لیلا معناش اینه که لیلا یعنی نهایت تاریکی، مثلا آخر ماه رو میگن لیلا، اول ماه یه مقدار نور ضعیفی هست، البته برای همه کس رؤیت نیست، ولی هستن بعضی از انسان ها که اون نور رو میبینن، ولی آخر ماه اثری دیگه از آثار نور ماه دیگه نیست. آخر ماه یعنی در آخر ماه نه نور آفتاب هست و نه نور مهتاب ماه هست، نه آفتاب هست نه مهتاب، هیچ کدومشون نیست. ما از رسالت و ولایت میخوایم بریم بشیم لیلا، بریم تو نهایت تاریکی. اونجا میگن نشناختن فاطمه رو، فاطمه رو نشناختن. چرا؟ چون در شبه، در تاریکیه. میگن لیلای قدر فاطمه از شبه. انسان زمانی لیلا میشه که از این دوتا نور عبور کرده باشه. اگر از این دوتا نور عبور کرده باشه وجیه میشه، زیبا میشه، وجیه میشه، زیبا میشه. خیلی بد خدا وکیلی تو این دوتا رو آدم بمونه، ولی به اون وجه، به اون محروی زیبا که تو تاریکی هست نرسه. دیدی این خانوم رو؟ تو این چادر مشکی خودش رو میپوشنن که دیده نشن. چرا؟ چرا لیلا باید تو تاریکی باشه؟ چرا فاطمه باید تو تاریکی باشه؟ چرا جلوه رحیمیت، مظهر رحیمیت باید تو تاریکی باشه؟ چرا ما باید تو نور آفتاب اونجا بمونیم؟ چرا در نور مهتاب که مربوط میشه به انسانها نباید حرکت کنیم؟ چرا در وجه زیبای لیلا که مربوط میشه به اون ظلمت، اون تاریکی مطلق ما نرسیم؟ ما نیومدیم اینجا که یه مداد برداریم از کف سرمون تا پنجه های پامون همه رو سیاه 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 کنیم مثل این کتاب ها. ما اومدیم از کف سرمون، فرق سرمون تا کف پامون نور مطلق بشیم. ما اومدیم این بشیم. ما اومدیم که وجود فیزیکی خودمون و وجود غیر فیزیکی خودمون، وجود روحانی خودمون رو نورانی کنیم، نور مطلق، وجیهش کنیم، زیباهش کنیم. این نمیشه مگر با عشق، مگر با اتصال، مگر با همراهی، مگر با رفتن. چرا باید نریم ما؟ چرا باید حرکت نکنیم؟ چرا باید همراه نشیم؟ چرا باید ما همراه عوام باشیم، همراه مردم عوام، مردمی که به هیچی فکر نمی کنن، یک فرهنگ کلی جهانی داره حرکت میکنه میره، چرا ما با اونها باشیم؟ شما نمیدونم در این کوههایی که چشمه بغلشون هست بودین یا نبودین، نمیدونم، من بودم. آبی که از تو چشمه میاد بیرون، از تو چشمه، از تو کوه میاد بیرون، آب خیلی زلال و صاف و خیلی خونکه. من تون آب جانورهای گوناگون ندیدم، کرم ندیدم، تمساح ندیدم، مار ندیدم، خلاصه این چیزا رو من ندیدم اونجا. من ماهیای
آزاد رو دیدم اون تو اون آب، همون آب که چشم میدم توش ماهیه، ماهی غیر از ماهی من چیز دیگه ندیدم، حیوانات دیگه نیست، فقط ماهیه. من در بهشت خدا غیر از آدم ندیدم، من فقط اونجا آدم دیدم، آدم آدم، من اونجا آدم دیدم. من بغل او چشمه بهشت، اون باغ بهشت، وقتی در باز کردم نگاه کردم، فقط اونجا من آدم دیدم، آدم آدم، اونجا آدم بود. اگر این ماهیا برخلاف جریان آب دارن حرکت میکنن، میرن به بالا به سرچشمه، برای اینکه میدونن که انتهای این آب به کجا ختم میشه، آخرش به کجا ختم میشه. ببین ماهیا رو آمدن باز دارن حرکت میکنن، میرن به سرچشمه، میرن به بالا جایگاه اولشون، انا لله و انا الیه راجعون. ما از پیش او قشنگ آمدیم، ما از تو بهشت قشنگ آمدیم بیرون، ما از اون چشمه ای که از کوه داره آب میاد بیرون قشنگ آمدیم بیرون. چرا باید عوض بشیم؟ چرا باید شکل دیگه پیدا بکنیم؟ خبر بزرگ یعنی این، یعنی این. چرا از این خبرها ما باید ناراحت بشیم؟ چرا از این کلمات باید ما ناراحت بشیم؟ چقدر در قرآن درباره حکمت هست، چقدر در قرآن درباره کلمات هست. مریم ها، یحیی ها، داوود ها، ابراهیم ها، آدم ها تصدیق کننده کلمات هستند. کلمات تصدیق کننده خبرهای بزرگ هستند، بدون اختلاف، اختلاف کننده نیستند. خب ما هم از اون برگزیدگان باشیم که اختلاف نکنیم. ما هم این کلمات رحمانی رو در ولایت تصدیق کنیم، مثل اونها، مثل یحیی، مثل مریم، مثل ابراهیم، مثل داوود و مثل خیلی ها که اونهایی که اهل معرفت هستن در پیامبران تصدیق کردن، ما هم تصدیق بکنیم. حضرت آدم تصدیق کرد،